فوتبال حرفه‌ای در دنیا از راه‌های شناخته شده‌ای کسب درآمد می‌کند. یکی از همین راه‌های شناخته شده تبلیغات محیطی است که نقش بسیار مهمی در تأمین منابع مالی باشگاه‌ها ایفا می‌کند. در اکثر کشورهای صاحب فوتبال دنیا، سازمان‌ها یا نهادهایی که بازی‌ها را برگزار می‌کنند، انعقاد قرارداد و اجرای تبلیغات محیطی را بر عهده دارند و در انتها بر اساس یک فرمول شناخته شده درآمد حاصل شده را میان باشگاه‌ها تقسیم می‌کنند. در ایران هم تا همین پارسال سازمان لیگ فوتبال ایران انعقاد قرارداد و اجرای تبلیغات محیطی بازی‌های لیگ برتر را در اختیار داشت، اما به خاطر شفاف نبودن درآمدهای حاصله، انعقاد قرارداد و اجرای تبلیغات محیطی به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس واگذار شد. نکته حائز اهمیت در این میان این است که با واگذاری تبلیغات محیطی به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، این دو باشگاه از درآمدهای میلیاردی صحبت کردند که در مقایسه با درآمدهای سال‌های گذشته سوالات زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند. حالا قراره برای بررسی بیشتر این موضوع با مدیران سابق فوتبال ایران صحبت کنیم تا ببینیم اعداد و ارقامی که باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای درآمدزایی تو لیگ 21 اعلام کردن چقدر قابل تحققه. این حق هر باشگاهیه که تبلیغات محیطی رو داشته باشه، منتها نیازمنده به یک سازماندهی برای مجموعه تیم‌هایی که تو لیگ برتر هستن. در تمام دنیا، در لیگ‌های برترشون، حتی در لیگ‌های پایین‌تر، این حق به باشگاه‌ها داده میشه، منتها با روش‌های مختلف. یعنی این جور نیستش که در تمام دنیا یه شکل باشه، متنوع هستش. حالا در یک کشوری میزبان 60% از تبلیغات رو میبره و مهمان 40%، در جای دیگه مدلش باز متفاوت هست. باشگاه ها خب اصولا باید بودجه نویسی داشته باشن، یعنی مشخص کنن که بودجه سالشون تو بخش های مختلف به چه میزانیه. فرض میکنیم که حالا استقلال پرسپولیس که شاخص‌ترین این باشگاه ها هستن، یه بودجه ای رو تعریف میکنن، بخشی از این بودجه تبلیغات محیطیشون میشه. خب اگر بنا باشه که تبلیغات محیطی جزء درآمدهاشون باشه، که ما میتونیم به جرئت بگیم که جزء درآمدهای پایدار محسوب میشه و بودجه هم بر اساس اون درآمد پایدار و برآمدهای دیگه پیش بینی میشه، اگر احیانا قراردادی در ارتباط با قرارداد پیرامونی داشته باشن، محیطی یعنی تبلیغات محیطی، و اون میزان قرارداد محقق نشه، اینها با یه چالشی مواجه خواهند شد که در حقیقت در کلانش میگن کسری بودجه. وقتی کسری بودجه محقق بشه و جایگزینش موضوع دیگری نداشته باشن، یعنی اینکه اون باشگاه میره به سمت اینکه بدهکار بشه، چرا که تعهداتی در مقابل اون درآمدها برای خودش پیش بینی کرده. سلیقه رفتار کردن خیلی بده. ما باید با تابع قانون باشیم، قانون مداری باشه، شایسته سالاری باشه. فوتبال این شکلی که به خودش گرفته به هیچ جایی نمیرسه. چون ببینید شما مثلا تبلیغات محیطی از سالها از قبل اصلا این بوده که اینا به اصطلاح مال باشگاه‌هاست. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید در راستای کمک به توسعه باشگاهداری قدم برداره، کمک کنه به باشگاه‌ها که بتونن درآمدزایی کنن. حالا ببینید مگه سال‌های گذشته ما چقدر از تبلیغات محیطی پول گرفتیم؟ واقعا فدراسیون فوتبال بیاد یه گزارش بده تو 10 سال گذشته از تبلیغات محیطی چقدر به استقلال پرسپولیس کمک کرده. حالا که اجرای تبلیغات محیطی به استقلال و پرسپولیس واگذار شده، با توجه به سوابق گذشته سازمان لیگ در انعقاد قرارداد با کارگزارهای مختلف، سوال اینه که استقلال و پرسپولیس چه ضمانت‌هایی رو باید از این کارگزاران خودشون اخذ کنن تا پول‌هایی که در واقع توی این قراردادها ذکر شده قابل وصول باشه. استقلال و پرسپولیس یه قراردادی رو با کارگزاری منعقد کردن. ابتدا باید اطمینان پیدا کنن که این کارگزاران کارگزارانی هستن که از سابقه خوبی در این زمینه برخوردارن و حتی اگر شناخت خوبی هم از اونها با فرض بر این که داشته باشن، چه خوبه که بابت قراردادی که منعقد میکنن از دو روش استفاده بکنن برای اینکه
اطمینان داشته باشن که اون میزان قرارداد محقق میشه، برای اطمینان بیشتر یک ضمانتنامه بانکی اخذ کنن از اون کارگزار، یا اینکه وثیقه ملکی بگیرن. چرا که در گذشته این اتفاقات توسط سازمان لیگ افتاده. ما به یاد داریم که سازمان لیگ قراردادی داشت از چندین سال پیش 40 میلیارد تومان، نهایتاً پایان فصل 20 میلیارد تومان اون با اما و اگر و الی مسائل دیگر مواجه شد، دعوای حقوقی و غیره و ذالک، و به جایی نرسید و اونجا و کسانی ضرر کردن در این قضیه که روی این پول‌ها حساب کرده بودن، از جمله کل اون باشگاه‌ها. برای اینکه ما تضمین باید بگیریم. خودم تضمین‌ها چی باید باشه؟ تضمین باید ما سفته بگیریم، چک بگیریم، ضمانت اجرایی بگیریم. بعضی جاها باید ما ضمانت بانکی باید بگیریم. ببین بگذاریم از این که تو سالیان گذشته سازمان لیگ‌ها، نه این سازمان، همه سازمان‌های لیگ‌ها، مثلا ما اون موقع اومدیم گفتیم ما 100 میلیارد میتونیم برای تبلیغات محیط پول بگیریم، گفتن ما داریم میگیریم، ما داریم 110 تا میگیریم. گفتیم که ما خودمون میگیریم، گفتن شما تضمین نداریم. گفتیم ولی شما تضمین دارین، گفتن آره تضمین داریم. بعد رفتن به جای 110 تا 40 تا بیشتر نگرفتن. بعد میگیم ما 60 تا بقیه‌اش کو همینجوری برای ما جواب سر بالا دادن، اینقدر سر بالا دادن، سر بالا دادن تا ما عوض شدیم. دیگه کسی نبود بره پیگیری بکنه. مدیر بعدی هم که میاد همه اطلاعاتو نداره که بره پیگیری کنه که. خب اونا چرا تضمین ندادن؟ من اعتقاد دارم که بله، چه باشگاه، چه سازمان لیگ، چه هر کسی که مسئولیت میپذیره برای تبلیغات محیطی بایستی که با سازوکارهای حقوقی درست بیاد جلو، تضمین بده، تضمین مالی بده، ضمانت اجرایی بگیره، سفته بگیره، چک بگیره، ضمانت بانکی بگیره. تنها حسن نیت کارفرما و در عین حال کارگزار مهم نیست. مهم اینه که مستندات قانونی که میگیرن چقدر محکم هستش. چرا که همونجور که اشاره کردم، سازمان لیگ به تجربه ما دیدیم اتفاقات رنگارنگی رو تجربه کرده و تا به امروز هم نشنیدیم که کارگزاری بابت خلف وعده و یا عدم پرداخت مؤاخذه بشه یا مورد محاکمه قرار بگیره. چرا که راهکارهای فرار از این موضوع رو ظاهرا خوب بلدن. بر اساس اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس، این باشگاه از قراردادی که با کارگزار خودش امضا کرده تو فصل 21 باید 330 میلیارد تومان درآمد داشته باشه که 220 میلیارد از این درآمد مربوط به تبلیغات روی پیراهن و مسائل سوشال مدیا برمیگرده و 110 میلیارد تومان هم از تبلیغات محیطی عاید باشگاه پرسپولیس میشه. نکته حائز اهمیت اینه که درباره باشگاه استقلال هم عدد 500 میلیارد تومانی برای فصل 21 اعلام شده، یعنی این باشگاه هم از تبلیغات محیطی و همینطور تبلیغات روی پیراهن و سوشال مدیای خودش باید 500 میلیارد تومان درآمد داشته باشه. حالا سوال اینه، اعداد و ارقامی که باشگاه استقلال و پرسپولیس اعلام کردن تو شرایط اقتصادی امروز ایران چقدر قابل تحققه؟ واقعا استقلال میتونه 500 میلیارد تومان و پرسپولیس 330 میلیارد تومان تو فصل 21 درآمدزایی کنه؟ امروز ما فضای اقتصادی کشور و فضای خدماتی کشور نسبت به گذشته ضعیفه و برای خود من هم این جای تعجبه که این عددها چگونه میخواد محقق بشه. و برای همین منظور اشاره کردم که اگر باشگاه ها قراردادی رو با کارگزاری رو میبندن یا ضمانتنامه بانکی بگیرن یا وثیقه ملکی بگیرن، به همین منظوره. چه بسا امکان داره که به اما اگرهای مختلف به صلاح متوسل بشن و به چالش بکشونن مسائل مالی اون باشگاه رو. و از این رو برای من هم این عددها عددهای قابل توجهیه و حتی بنده یه بار هم اشاره کردم که اگر استقلال هر بازی ارزان بزرگشون 10 میلیارد تومان یا پرسپولیس همین عدد کمتر بیشتر بگیره، واقعا یه شاهکاریه در فضای اقتصادی فوتبال. امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی اگر احیانا با چالش مواجه بشن اون موقع جمع کردنش بسیار سخت خواهد بود. امروز ما فضای اقتصادی کشور و فضای خدماتی کشور نسبت به گذشته ضعیفه و برای خود من هم این جای تعجبه که این عددها
چگونه میخواد محقق بشه. و برای همین منظور اشاره کردم که اگر باشگاه‌ها قراردادی رو با کارگزاری می‌بندن یا ضمانت‌نامه بانکی بگیرن یا وثیقه ملکی بگیرن، به همین منظوره. چه بسا امکان داره که به اما اگرهای مختلف به سلام متوسل بشن و به چالش بکشونن مسائل مالی اون باشگاه رو. و از این رو برای من هم این عددها عددهای قابل توجهیه و حتی بنده یه بار هم اشاره کردم که اگر استقلال هر بازی ارزان بزرگشون 10 میلیارد تومان یا پرسپولیس همین عدد کمتر بیشتر بگیره، واقعا یه شاهکاریه در فضای اقتصادی فوتبال. امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی اگر احیانا با چالش مواجه بشن اون موقع جمع کردنش بسیار سخت خواهد بود. باشگاه پرسپولیس برای انتخاب کارگزار خودش ابتدا مزایده برگزار کرد، اما بعدها اعلام شد هیچ کس توی این مزایده برنده نشده و به همین خاطر پرسپولیسی ها با یک شرکت خاص به صورت مستقیم وارد مذاکره و قرارداد امضا کردند. در مقابل استقلال هم اصلا بدون برگزاری مزایده یک شرکتی رو انتخاب و مذاکره کرد و در نهایت هم به امضای قرارداد منجر شد. حالا سوال اینه، اگر استقلال و پرسپولیس بدون برگزاری مزایده قراردادی رو امضا کنن، آیا تبعات حقوقی براشون به همراه خواهد داشت؟ مدیران این باشگاه ها اگر در عقد قرارداد رعایت مقررات حقوقی قراردادها رو نداشته باشن و ضمانت های لازم رو انجام نداده باشن و حتی تشریفات مناقصه یا مزایده ای رو انجام نداده باشن و صرفاً با یک با کارگزار خاص وارد مذاکره شده باشن، اینها تبعات حقوقی خواهد داشت. چرا که همونجور که اشاره کردم این باشگاه ها متعلق به دولت یا شبه دولتی هستن و باید تشریفات قانونی رو رعایت کنن و اگر احیانا این تشریفات قانونی رعایت نشه میتونه یکی از موضوعاتی باشه که هم مجمع نسبت به این موضوع ورود کنه، هم نهادهای نظارتی اگر کاملا دولتی باشن دیوان محاسبات میاد و در این حال بازرسی کل کشور میاد که چگونه به نتیجه رسیدید که به یک کارگزار خاص یک قراردادی با این عدد بسته بشه و رعایت تشریفات قانونی به لحاظ مزایده یا احیانا تو مباحث مناقصه رو رعایت نکردید. تو باشگاه استقلال پرسپولیس شما بگردیم بعضی موقع آدم‌های رو آوردن که شما تیم محلات هم بهشون نمیدادید. خدا پیغمبر شما تو شهر خودتون میگفتید اینو بکن مدیر عامل شهر خودتون، تیم شهر خودتون یا هیئت مدیره واقعا قبول نمی‌کردید. خب اینا ساختار رو زدن خراب کردن. یه بخشش هم باید به مسائل روز و پیشرفت علمی روز بگذاریم. ببین شما امروز یه دستگاهی میاد، الان همین الان شما یه دستگاهی هست که هوادار ما اگه بکنه در اون تراکانش بکنه، تراکانشی که داره میکنه، تراکانش میکنه دیگه ها، مثلا تو بانک فلان بیاد تو اینجا بکنه، همین خود به خود 120 میلیارد آیده باشگاه میشه. این امکانات در گذشته نبوده، الان هست. الان که هست خوب استفاده نمیکنیم. الان اگه شما یک تیم قویه، ببینید من میخوام از فرصت استفاده کنم بگم آیا عزیزی خاله 4 آدم کارشناس درست حسابی، نه 4 تا بله قربانگو که هیچ، تو میگی برمیگردیم میگه طاووس برگرد این و نگاه میکنیم یه عقاب اومد، اینا رو بذار کنار، 4 تا کارشناسی که دلسوز فوتبال باشن دور بر خودت جمع کن. الان با سیستمی که به لحاظ علمی و دیجیتالی به وجود اومده در کشور ما، فوتبال ایران قادره که 1000 میلیارد پول در بیاره. این 1000 میلیارد هم شما رو آقای عزیز خادم نجات میده، هم باشگاه ها رو نجات میده. استفاده کنید از این فضا. حیفه ما همه الان فقط با هم دعوا میکنیم. من از آقای عزیز خادم خوشم نمیاد، علیش مصاحبه میکنم. آقای عزیز خادم از اون خوشش نمیاد، اونو برکنار میکنه. آقا اینا رو بذارین کنار، 4 تا آدم کارنامه دارن، بشینید با هم همدلی کنید، همراهی کنید. خود من چون کار مطبوعاتی هم شما میدونید میکنم، تو کار دیجیتال هستم، واقعا افسوس میکنم الان فضا برای درآمدزایی 1000-1500 میلیارد برای فوتبال ایران هست، امکاناتش هست. آدم‌ها رو جمع کنیم که انشالله این فوتبال فشل ما از این ناخوشی بیرون بیاد. خیلی متفاوته. دلار 3300-400 تومان بوده، امروز 28-9000 تومانه.
طبیعیه که ارزم بزرگ شما عددها نجومی بشه. اگر در اون مقطع قرارداد 100 میلیارد یا 100 من حتی شنیدم که در یه مقطعی میگفتن که کل لیگ 140 میلیارد قرارداد بناس منعقد بشه که نشده بود علی ظاهر، ظاهرا به 100 تومن اینها بوده. خب امروز که اون فضای اواسط شما 90 به 100 دهه 90 رو در نظر گرفتید، با الان حداقل 10 برابر باید تغییر ایجاد شده باشه. منتها این مشروط و منوط به این هستش که فضای اقتصادی تولید خدمات و بازرگانی خوب باشد که این اتفاق رقم بخورد. تحقق درآمد 500 میلیاردی برای استقلال و 330 میلیاردی برای پرسپولیس قطعا میتونه مشکلات مالی سرخابی های پایتخت رو تو لیگ 21 حل کنه. اما نکته مهم و بسیار اساسی اینه که مدیران دو باشگاه اگر این اعداد رو نتونن محقق کنن چه پاسخی برای هواداران خواهند داشت؟